شاید برات سوال پیش بیاد چرا اول ویدیو اینطوری داره پیش میره. به خاطر اینه که از 100% تایمی که برای تدوینم دارم میتونم 50% رو سیو کنم، ذخیره کنم و به هر کاری که دوست دارم بپردازم. منم ترجیح دادم اینجا تمرکز کنم و بعد ادیتامو شروع کنم. اما اینکه چطوری میتونم 50% زمانمو سیو کنم و 50% یعنی بیفتم جلو، صرفه جویی کرده باشم تو وقتم، دوست داری یاد بگیری، حتما این ویدیو رو ببین. اگر توجه کرده باشین گفتم 50% تایم تدوینمو میتونم صرفه جویی کنم، اونم فقط زدن یک کلیک. وقتی که شما رکورد رو انجام میدین، اگر سر پروژه‌ای باشین که چند تا دوربین داشته باشه، حالا دوتا خوبه، اگر 3 تا 4 تا باشه و اینا رو بخوایم با هم سینکشون کنین، کلی زمان باید بذارین. اگر اون وسط کسی کلاکت نزده باشه، یه حرکت اینطوری بشکن نزده باشه، نمیدونم یک دوسته نگفته باشه، کلاکت نگفته باشه، سین کردن اینا کلی دردسر داره. فریم به فریم تصویر رو باید نگاه کنید. اگر شانس بیاری صدا داشته باشه که هیچی، اگر صدا نداشته باشه فریم به فریم تصویر رو باید نگاه کنید. ولی الان میخوام بهتون یاد بدم چطوری در عرض 2 ثانیه با زدن یک کلیک 10 تا دوربین داری، 20 تا دوربین داری، 2 تا دوربین داری، هر چند تا داری رو با هم سین کنی. پس اگر میخوای یاد بگیری ادامه این ویدیو رو ببین. برای این آموزش من از یه پروژه استفاده کردم که 4 تا دوربین ازش استفاده شده. دوربین اول همینطور که داری میبینی اینه، تصویر واید. دوربین دوم و سوم تصاویر مجری هاست، بسته مجری ها. و دوربین چهارم هم تصویر از حرکت دستشون یا میز کارشونه. برای این که اینا رو با هم سین کنیم، من هر کدوم رو توی لاین جدا میذارم ولی به ترتیب روی هم. اینجا رو نگاه کنید، اینجا من 4 تا دوربین رو که دارم همشون پشت سر هم و توی لاین یک قرار داره. میام دونه دونه رو میذارم توی لاین جداگونه، یعنی دوربین دومم رو میذارم لاین 2، دوربین سوم لاین 3، دوربین چهارم لاین 4 و دوربین اصلیم هم که همون تصویر وایده میذارم لاین 1. حواستون به صدا باشه که صدا هم به ترتیب تو لاین‌های خودشون باشه، یعنی همشون تو لاین 1 قرار نگیره. و به این صورت که میبینین من ویدیوها رو روی هم میچینم. کاری هم ندارم که ویدیوی کوتاه‌تره، بلندتره و چیز دیگه. سلکتشون میکنم، روش این کلید راست میکنم و سینکرونایز رو میزنم. از این پنجره‌ای که باز میشه، اولین گزینه کلیپ استارت هست، ابتدای ویدیوها رو با هم سینک میکنه. بعدی کلیپ اند هست، انتهاشون رو با هم سینک میکنه. یا تایم کد بر اساس اون تایمی که بهش میدیم سینک میکنه. ولی ما آدیو رو میخوایم، یعنی بیاد بر اساس صدا سینکشون کنه و کاری نداشته باشه ویدیوی بزرگتر، کوچیکتر و غیره. آدیو رو میزنیم و ترک چنل رو روی 1 میذاریم. همونطور که گفتم ویدیو اصلیمون رو میذاریم ترک 1 و ویدیوهای بعدی رو، دوربینای بعدی رو میذاریم لاین 2 3 4 و تا آخر. حالا من کافیه اوکی کنم و در همین ثانیه میبینید به چه سرعت اینا رو با هم سینک کرد. خب اگر بخوام چکشون کنم میتونم تصویری چکشون کنم. توی لاین 4 که میز کار رو داره نشون میده، دست این مجری مرد یه دونه کاسه هست. توی لاین 3 خانم دستاشو برده بالا، نگاه مرد پایینه. مجری مرد نگاهش پایینه، دستای خانم اینجا بالا هست و اینم به این صورت. اگر بخوام صدایی چکشون کنم، یه بار اجراش میکنم، دونه دونه لاین ها رو خاموش میکنم. همونطور که دیدین در عرض 2 ثانیه تونستیم 4 تا لاین تصویر رو با هم سینک کنیم و شاید بیشتر از 50% از زمانمون رو سیو کنیم. یه نکته دیگه وجود داره، اگر بخوایم ادیتشون بکنیم باید 4 تا لاین رو به صورت جدا جدا از اول تا ته رو ببینیم، اضافات رو حذف کنیم و خب این خیلی زمان بر هست. چیکار کنیم که این زمان هم صرفه جویی کنیم؟ توی ویدیو بعدی که میخوام براتون بذارم آموزش این تکنیک رو بهتون میدم که به صورت همزمان 4 تا تصویر رو با هم ببینید، جاهایی که میخواین از هر دوربین رو سلکت کنیم و کلن یک بار ویدیو رو ببینید و همون موقع هم ادیتش کنید. بعدا لینکش رو این بالا میذارم تا سریعتر بتونید بهش دسترسی پیدا کنید، راحت تر باشه. پس اگر میخواید اون آموزش هم از دست ندید که آموزش بعدیمون هست، حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن تا به محض اینکه گذاشتم برات نوتیفیکیشن بیاد و مطلع بشی. لایک و کامنت هم بذار که از منم حمایت کرده باشی. به توصیه میکنم کلیپایی که انتهای این ویدیو بهت پیشنهاد میشه حتما ببینی، چون میتونه خیلی بهت کمک بکنه توی تدوین و دستت سریعتر بشه.